اومدم عمو. او پشو، پشو اونجا نخوا. پشو یه جای دیگه. جای عموه. دست دارم قربونت برم. اینو بگیر. دیگه تنه چرب نیست؟ نه آقا بیا استراحتی هم رفت بالا. میشه بگید من دقیقاً کجا بخوابم که هی من جا به جا نکنید؟ ببین بونجور، هر آدم یه جا داره، یکی رو تخم چشم، یکی هم مثل تو رو اعصاب آدم. برو بابا بی کاره، اینجا آدم سبز میشه. میام دکمات ببین. اینجا نخواب بیا. اینجا نخواب. خود به نظرت من اینجا خوابیدم؟ علی جان بیا برو تو هم همون خالی جایی. خیلی کیف داره. ای بابا همو دنیا حال ما رو جا آورده، دیگه نیازی نیست دوش جا میاره. وقتی دنیا حالتو جا میاره تو هم یه جایی جاش بذار که حالش جا بیاد. نرسیده بهش که نمیتونم جاش بذارم، همون باید بهش برسم باید جاش بذارم. آدم ها خیلی دوست دارم که به یه جایی برسن، به خواسته هاشون برسن، ولی از بس که در جا میزنن به جایی نمیرسن. لاکردار خواسته ها بدنشون رو فرم 2400 متر بامانر تو 100 متر بیمانی میرن. همونی بخو خستی. من زمانی خستگی من در میره که اوضای تو ردیف بشه همی جان. بعدی جان به این دنیا اهمیت ندی که اهمیت خود رو در دست میدی. یا و تو دیگه کو؟ الان میرم میرم اون اینه که منم بذاریم اینجا سم دستت دردم ممنون قربونه دستت علی جان. تانکس. داداش دمت گرم. از موقع که رفتم زندان و برگشتم هیچ کس اینقدر حواسش به من نبوده که اینطوری بیاد پتو بکشه رو هیکلت تک همه چی. یه برو بابا، این پتو مال عموه، تا روش نکشم خوابش نمیبره. و من چی بندازم بخودم؟ فرش؟ چیزی نمیخوای، تو خود پتوی. اینم پتو. دست درد نمیخوره. میخوره؟ سوزن سوزن میشه. ای بیمونم دست درد نمیخوره. برم این بالا میشه میخورم. اینجا خوبه؟ همین جمعان تو مشکلت فقط پوله؟ نگران نباشم، درست میشه. اگه نبود که اینه وزرخ چارچانگیلو نمیمدیم بالا. حالا هم درست میگی، ببخشید. ولی تو این چند روز درست میشه. یه ذره پایتر اینجا خوبه. با چرا قصه میکنی؟ بره هرچی جدی بگیری بزرگتر میشه. بس بلش کن، شلش کن، بخلش رو بزره به کارش دیگه. اما بدی مشکل اینه که من ول کردم و اون ول نمیکنه. و من این بچه آدم سرم پایینی دارم زندگیمو میکنم. ببخش سراخ شدی پوستان بودش کن. ببخشم. ببین همی جان ناراحت نشو آقا، باید اونایی که میچرن سرشون پایینه. بس تو یه کاری بکن تو زندگی که همیشه سرت بالا باشه. این شما هم باشم، قول میدم همیشه تو زندگی سرم بالا باشه. متشکرم. نه نه بس بیا اول خونو بیا بابا. نه بذار یه بار دیگه. برو بابا شب بخیر. برو چرا خوابش بکنم؟ اما قرصت هم اینجاست. باشه باشه باشه. من همیشه همیت پیش تو سر پایین همیشه. Thank you.
همین. نخوابیدی؟ میترسم. از چی؟ از اینکه قراره یواشکی بریم تو شرکت برسیم به گاو صندوق، از اینکه اون موقع پرویز خان بتونه درشو باز کنه یا نتونه. حسم میگه میشه. تو یه جوری به حرف حست گوش میدی که انگار حست 4 ساله بردست آلکاپونه. بابا اونجا کلی دوربین داره، اگه گیر بیافتیم مثل آقا بهشت که شطرنجی نمیکنن تصویر تو، زارت میذارن تو تلویزیون. منم نمیخوام این اتفاق برام بیفته تو اون فوان جوانی. چی؟ اون فوان جوانی. بابا بسه دیگه، چرا تو دل آدم خالی میکنی؟ طوری نمیشه. ما همین الان ستایی نتونستیم اگر ساعتن رو فرار کنیم، یه دستجوی میریم ده تا تق و تق میکنیم. من که دارم یه حرفا رو بهت میزنم 6 ماه حبس بودم، کلی خلافکار حرفه‌ای دیدم، یه نقشه رو ببینم میفهمم این نقشه میگیره یا نمیگیره، کلی بارمه. آره تو خیلی بارته. معلومه که هست. ببین من 4 سال دارم تو اون شرکت رفت آمد میکنم، تمام سلاخ سنبای اون شرکت رو بلدم. مشکل تو میدونی چیه؟ از وقتی من به آقا بهشت تعهد دادم تو بشه من کار میکنی، تو خیالت راحت شده داری میزنی زیرش. اگه این قضیه انجام نشه منتفی شه، نه من کار دارم نه تو. قادر، نه من به نگار میرسم نه تو به افسانه. چی میگی؟ من تا حالا هر کاری کردم برای اینی که بتونم به افسانه برسم. همیشه هم خواستم یه آدم کار کنم، سالم و بی درد سر، هر خری برای دبره بود در رو خلاف کنه. من نمیتونم، میترسم، خلاف نمیسازه. بابا یک گواهی نامه جر کردم، دیدی چه اتفاقی برام افتاد؟ اون آبروی جمعنه و از اینایی که میلیارد میلیارد اختلاس میکنن آبرویشون نرفته. بگی ما داریم خلاف میکنیم، ما داریم پولو برمی داریم بعدا تحویل میدیم بهشون. اگه قراره تحویل بدیم چرا دوستی میکنیم؟ بابا وقتی یه حقی رو از تو میگیرن تو هم نمیتونی ثابت کنی، بعد چیکار کنیم؟ همه تو مطمئن این دختر داره زیر رو میکشه؟ ببین این دختر از طرف باباش وکالت داره، به خاطر همین همه حسابا رو خالی کرده ریخته تو اون گاف صندوق. آقای مفاخری هم که بنده خدا اون برای دنیا تو کماست. الان بهترین راه همینه که باید زود بجنبیم. شیرفهم شد؟ شب خیلی. پتو بدون پتو خوابم نمیبرم، باید یه چیزی روم باشه. چرا موبایل گذاشتی اینجا؟ کوکش کردم که زنگ بخوره صبح زود بیداشم. اگه آقا بهشت زنگ زد فکر نکنه خوابم تو هم تعهد علکی دادی. خب باشه، بز بالا سر خودت. نه میگن امواجی سرتون زست طرف تو بشه بهتر. خدا خدا همین من تو زندان بودم با دوتا داداش رفیق شدم، اسم یکیشون جمشید 59ه. باید بریم سراغ اون. اون اینقدر تو زندان بوده اصلا PhD این کاره. من به اون اطمینان دارم. اگه اون آدم حسابی بود که تو زندان نبود. تو چرا فکر میکنی همه اینه که تو زندان هم خلاف کنن؟ بابا خیلی از بدبختی اون تو هم. مگه من افتادم زندان خلافکارم؟ اگه زمان امرار کار تو جور نشه بیفتی زندان مگه خلافکاری؟ ببین اگه اون باشه من نمیترسم. نمیشه، هرچی تعداد اون کمتر باشه درد سر اون کمتر. اگه 3 تا ناشی برن تو شرکت درد سرش زیاده، اون باشه حداقل اعتماد به نفس داریم، یه آدم حرفه‌ای کنارمونه. الان کجاست؟ تو زندانه دیگه. عقل کل، خودت داری میگی تو زندانه، چجوری میخواد بیاد بیرون بریم به ما کمک کنی تو شرکت؟ یه سندی وثیقه جور میکنیم بیاریمش بیرون، کارمون که انجام شد دوباره برمیگرده اونجا. شب بخیر. اسمش چی بود؟ جمشید 59. جمشید 59؟ آره. چند سالشه؟ تو مایه های خودته، فقط خوشتیپ و خوشهیکله.
یعنی کلن هیکلش تکه. ها ها میکنه انگار نفس خشگیره. با این بی صاحب انقدر نمال خش میفته. خش میفته؟ داداش اینو باید بدی اسفالتش کنم. قادر تو مطمئنی همینجوری مستقیم باید برم جلو؟ باید بری جلو تا ببینی دیگه. مگه من الان دارم میرم عقب بو میکشم، دارم میرم جلو میبینم دیگه. دارم میگم مسیر اشتباه نمیرم، همینه؟ یه جوری حرف بزنی انگار من 100 سال حبس بودم، ما یه بارم مرخصی میدادن. داداش کلن من یه دفعه اومدم با قفونی سر پایین رفتم تو. موقعی برگشتنم یه راننده تاکسی بود، انقدرم حرف میزد گفت تو شهر ترافیک همیون برو من. چه اینه؟ اینجا نه الان ماشینی رد میشه نه تابلوی هست. باشه، بعد موقع برگشت میگم آقای داوینچی بیاد اینجا برای تابلو بزنه. ها تابلو نداره مقصر منم، منطقی توریستی که نمیمدی داداش داری میری زندان. خب این حتی یه آدم نیست قادر، چی میگه تو؟ آدمی زد قدم نمیزنه تو بیابون که آخه پرنده هم پر نمیزنه. به جاش پر ملخ و عقرب و ماره، میخوای برای سید کنم؟ قادر؟ ها اون دو نفر وسط جاده چی میگن؟ بابا آدم نمیدی شاکی میشی، نمیدی شاکی میشی با خود چند چندی همین. آخه الان اینا این وسط اصلا خیلی غیر منطقیه، چی میگی تو؟ مشکوکن اینا. باشه وایس من تاکسی بگیرم اونوری وسط بیابون. وایس وایس دادش بادو من در مشت صحبت میکنم. بادو چی نوزه باشه؟ آخه من در به تو مشت دارم. دلاش میشه یه 2000 بریم بر تمارت چی؟ ببخشی با شما ما میگم برو بر تمارت چی؟ نه آقا ایشون سوال بشن، من فقط سوال ایشون رو بیان کردم، خودت بپرس. آقا سرمون اسلحه رو بگیر پایین، آقا ما فقط می‌خواستیم رد شیم. اول ما رو میرسونی بعد هر جا دلتون خواست میری. ولی این حرف شما کاملا صحیحه، ولی اگه من بشینم تو ماشین جاتون تنگ میشه، پس من با یه خداحافظی خوشحالتون میکنم. بس ببینم کجا میخوای بری ما رو بفروشی؟ من بفروشم؟ من اگه پول داشتم شما رو می‌خریدم می‌ذاشتم تاج سرم. حالا شاید داشتشه. آششی؟ نه با پسر خالمه. آقا داره دروغ میگه، تو روز روشن من اصلا ایشون رو نمیشناسم، نمیدونم اسمش چیه. ما یه دربست گرفتیم، کرایش هم پرداخت کردم. آقا اصلا اشکال نداره برای خودت، این آقایونو لوس با اون برسون. من خدافظ. وایسا ببینم اگه داشت نیست بیا بزن تو گوشش ببینم. بزنم تو گوشش؟ آره بودو ببینم. چش کلت تک ای کلت جفتتونه بودو بگیر اون وقت بگیر اون وقت. هیچی نگو، هیچی نگو، برای که شک به دلتون را پیدا نکنه یکی دیگه میزنم. هیچی نگو. آقا خیالت راحت شد؟ نه یواش زدی، بیا با این بزن ببینم. توفنگ؟ یه دفعه پریدی وسط دست هم سمت تو. این کارتون نقض حقوق بشره. دوباره اول صبح چی؟ نقض حقوق بشر. بابا از وقتی بند نافتو بردم بند کردیم ما دم نزدیم، حالا ما دستمون خطا رفت شد نقض حقوق بشر. تقصیر منه که اومدم صدات کنم باشیم بریم سر کار. یه ساعت چنده؟ 7. مگه نهیدی گوشی زن خورد؟ بلکه الله سرخیز شدی. بابا تو چه آدم بی‌مسئولیتی هستی؟ مگه خودتو امضا ندی، تعهد ندی به آقا بهشاد که من باید برم سر کار؟ اگه این خبر به گوش آقا بهشاد برسه که من تا لنگ زور گرفتم خوابیدم، میدونی چه بلایی سر من میاد؟
ببین دست بگو برای چی زود بیدار شده از ترس آقا بهش شده به خاطر کار نیم من اصلا نخوابیدم که بخوام بیدار شم هیچ جام زیرش جا نمیشه دور نزن اون پتو خوبه رو دادی به پرویز خان این کالوپه معلقه رو دادی به من خودم اینجا میخوام حالا اما پرویز من خودم روم نمیکشم بابا به جان خودم من تو زندان هر جا قربم بیشتر بود ببین گفتی زندان میخوام بریم پسره رو ببینیم آره رفیقت اسمش چی بود ها یه همسی بمیگی از بالاخره به تئوری من رسیدی گفتی رفیق همینی گفتی بریم ببینیم حالا ببینیم رفیق چی از آب در میاد خب پاشو بریم دیگه باشه برو پرویز رو بیدار کن آروم خب ببر در صورت شاب بزن من 5 دقیقه میگیرم بخوابم خب برگردم برم تو خواب بابت اون سیدی که ازت زدم عذرخواهی کنم ازت باشه گره تک پرویز خان پشید صبح شده امو بردی پرویز خان شما چرا میزنی تو کوچه من؟ خجالت نمیکشی انگوش میکنی تو دماغ من؟ اوه من انگوش نکردم تو دماغتون گرفتم روی دماغتون باقا میخواستم ببینم نفس میکشین یا نه انگوش تو بس به کفتون اکسیژن کی هوا بده؟ من نگفتم آروم بیدارش کن چی شده؟ بابا اینجا همه دارن نقض اوقا بشر میکنن این تکتیر اندازه همه تونم این ورون و قرن نمیزنی شی بابا تو خودت سران کشتار دست کمی هستی حبی جان انگوششو تا آرنش کرد تو دماغ من اگه هم قد تو هم بگه بابا پرویز خان چرا شلوغش میکنی بابا من فقط برای چی انگوش نکردی تو دماغ من اگه تو هم قد منی میگم من فقط چی انگوش کردی تو دماغ من اگه من هم قد تو هم پرویز خان من فقط میخواستم بابا کاری نمیخواستم بکنم میخواستم فکرم نفس رو بکشه تو بی خود کردی زبانتو گاز بگی حمید به جان خدا من بود حمید تو زندان بودش ما اینجا داشتیم زندگی میکنیم برای چی رفتی رضایت جو گرفتی شدی مو دماغ ما جوش نزن بابا اول صبح برات خوب نیست حمید جان جوش که سله مزه این بنجونو میبینن تبغال میزنم بیا پشت ببین چه تبغاله پرویز خان تبغال رو لب میزنه تو داری برای جاشو تعیین میکنی این برای من خودش میدونه کجا جوش بزنه دوباره زندانی نه اینکه زندان جای خوبی باشه ولی زندان آدمو صبور میکنه میدونی آدم تو زندان خیلی چیزا یاد میگیره که میشه گرگ بارون دیده تو دوغ گرما دیدم نیستی چی هم خوش میکنی تو دماغ من ببین چه هم میزنه باشه بله میخوام بریم اونجا باشه تو ترازر شم نه بابا اما یه دم بایستم مطمئنی؟ اما بایستم اما من کار دارم کارم اورژانسی شما نسبکتو بزن اینجا من دارم کارم انجام بدن از تو زیاد میریزی بدارم الان قادر بی برون در باز کن اینجا خونه توه هرکی در میزنه یعنی با تو کار داره باش دارم آت چقدر خوش کردی تو تمام ها؟ اگه مردی بیا بیرون سلام مهندس جان تو با حالتون بخیر سلام صبح اول صبح چی میخوای؟ شما اگه متوجه افکارات من میشودید با من اینجوری صحبت نمیکردید الان من نیم ساعت دارم اینجا در سکوت پی میکشم که مزاحم خواب شما نشم همچین که فهمیدم شما صدایی از شما در اومد و ملتفت شدم بیدار هستیم فلفور تق تق در زدم خیلی خوب بفرمایید چیکار دارید صاحب خونه میخواد بدونی که امروز چه ساعتی پول میره به حساب باید باشه که بریزم که بره تو حسابش یا نه عزیز من اون اصلا متوجه افکارات شما نمیشه پولشو میخواد اصلا نمیفهمی شما دارین چی میگین آقا شما که میفهمی برو بهش بگو بفهمه اگه از زمین به آسمون میباره وقتی اون نفهمه فلفور میخوای من بفهمم فلفور آقا یه شماره ازش دارم که خاموش اگه شماره دیگه ای داری بده من بهش زنگ بزنم که بهش بفهمونه فلفور آقا مانس من که بهش زنگ نمیزنم اون همیشه به من زنگ میزنه وقتی هم که زنگ میزنه چون در خارج از کشور به سر میبره یه سری عدد و صفر گوشی من میفته که اصلا من نمیدونم چی هست مگه نمیگی خارج از کشوره با پول میخواد برش
صابخونه فعلی وقتی قیمت خونه یعنی کشی... صابخونه فعلی که منم داداش عزیز من شما که هنوز سند به نامت نخورده که صابخونه صابخونه میکنی شما اصلا متوجه افکارات من نیستی پس دقیقا گوش کن دارم به چی میگم خیلی خوب آرومتر باشه صابخونه فعلی وقتی قیمت خونه کشید پایین این واحد از صابخونه قبلی خریدید وقتی که یه نمه قیمت خونه کشید بالا شما خریدید قرار شد که چکو از شما فلفور بگیره بده به صابخونه قبلی حالا که قیمت خونه قاطع کشیده بالا صابخونه قبلی اومده به فعلی گفته که اگه چک من پاس نشه فلفور من خونمو پس میگیرم قراردادم فسق ضرر و زیانش میدم صابخونه فعلی به من گفت که به شما که صابخونه آینده هستین بگم که اگه امروز پولو ریختی به حساب که هیچ اگه نریختی قرارداد فسق حالا متوجه افکار من شدی؟ ببین من تفهیمم تو هم تفهیم شو برونو تفهیم کن من الان بیشتر از صابخونه بگیرم که سند بخوره به نامم که برم بانک وام بگیرم بقیه پولشو بدم صابخونه فعلی تحملش تاخ شده ببین منم ببین اگه یکم دیگه اینجا بایستی منم تحملم تاخ میشه میفهمی؟ پس من به صابخونه فعلی میگم که چند روزی تحمل کنه هر کاری میکنی بکن عمو اون تویی؟ منه بودو دیگه بابا مومو شونه میکارم اگه داری مو میکاری بیا بار تو اتاق من آینه اونجا هست چقدر؟ اینجا هم چی؟ چکی که باید ببی چی؟ زلش کردم اون چیزی نیست اونقدر که برای تو مایه گذاشتم و یا دستیبیل مایه میذاشتم الان ثبت شده بود آناناس میداد اون وقت تو داری تو چشام بگاه میکنی دروغ میگی حیا نمیکنی اما من دروغ نمیگم نمیخواستم بهتون بگم چون خواه ازتون کاری بر نمیاد ناراحت میشی کاری هم از دست من بر نیاد قصدتی که میتونم بخورم قربونت برم امو همین امروز فردا جورش میکنم خیالت راحت بگو جون امو به جون امو شرکت بده بهش میدم بیا مارو کشتی مارو قادر تو چرا هر وقت میری دستشویی دمپایی یه جایی میذاری که هر جوری آدم حساب میکنه انگار بر نگشتیم تو تموم شدی من مدلم اینجوریه بیا برو موبایل من جواب بدم این کی موبایل یه وسیله شخصیه وقتی یه نفر داره بهت زنگ میزنه یعنی یه نفر پشت اون خطه که با تو کار داره بابا تو نمیدونی من چجوری هم مکتوب از من کار نمیکنه برو جواب بدم این کیه باشه الو سلام حال شما خوبه نه خیالتون راحت باشه وقتی با من کار میکنه نمیذارم لش کنه بگیره بخوابه نگار خانم صبح زود بیدارش کردم چی داری میگی؟ نه هستش چی میگی خود چی میگی؟ الو سلام نگاه امروز که کارت خیلی زیاد نیست باز چه خوابی برام دیدی؟ خواب چیه حمید؟ چند روز دیگه عروسی مونه ببین من امروز میخوام برم پرو به لباس عروس دور ببر میخوای تو هم با من بیا که بعد روز عروسی نگی اینجاش کج بود اونجاش راست بود این برش اله اون برش بله حمید میدونی چقدر از کار عروسی مونده ببین هنوز کارت عروسی رو نگرفتیم پشت کارتا رو ننوشتی واسه گل و دست گل نرفتیم پرو به لباس باید بری و تو همه وقت تو گذاشتی واسه شرکت ببین من اصلا امروز کارم زودتر تموم میشه خودم میام دنبالت خودم میام زودتر میام که با رئیست حرف بزنم نگار ببین نمیخواد بیه ببین من باید آخه یه سرم زندان برم زندان واسه چی؟ واسه آقا قادر؟ بزار دایره زندان ها رو که فقط برای قادر رو اندازی نکردن این قادر دلش برای یکی رفیقاش تنگ شده من دارم قادر رو من دارم ببینم زندان یه کار خیلی دیگه چیه یه قادر میکنی من تو هر کاری زینف کنی؟ چی؟ زینف صدا تو بیار پایینه من دارم ماسمالی میکنم برو بیم اما اومده یا نه آها باشه ماسمالی برو بیم اینجا برو ببین باور کنیم مثلا به ازدواج ما بیرب نیست هیچ کاری خیلی تر از ازدواج دوتا جوون نیست دیگه
بگو پنجره ها رو بعد بیا بریم اندازه بگیم. بدیم نصب بیاد نصب کنه که جهاز اومدیم به چش بیاد. ببین همین مامان راست میگه. میگه که بیا امروز بریم پنجره ها رو اندازه بگیریم. که دیگه پرده هام آماده باشه. روزی که جهاز میاد پرده هام باشه دیگه خیلی قشنگ و شیک و مرتب باشه همه چی. باش ببین شما بریم بعد بیاین خونه منم من از اونجا میام خونه باشه. خدافظ. بابا فایس. بابا تو الان اون تو بودی. من موقع اومدم احساس کردم ماما درست کردم. قاده حمید جانم تو بانک‌ها یه دستگاهی هستش که نوبت میگیرم میگم یه دونه بخر بذار اینجا که نوبت رعایت بشه چطوره؟ دیگه مهم نیستم. ای بابا تفه اومدی اینجا خودتو استتار کردی داری میلونبونی میای میای آشتی اوشتی بابا ترسیدی من ماشین پلیس هم آشیج بکشم بیام بعدشم ما بخواییم بریم آزمایش باید ناشته باشی نمونه ازت نمیگیرن بخواییم نمونه بدیم بابا آندسکوپی نیست که لوله بخواییم بفرستن تو اما هشامون که بسیم این همش فرمالیته هست چی میگی تو؟ حالا دو ساعت خودتو نگرم داشتی میمردی بابا دیشب که نذاشتی ما شام بخوریم الان باید جون داشته باشم برم آزمایشگاه یا نه؟ انگار قله کلیمانجارو رو میخواد فت کنه آسین تو میزنه بالا دو قطعه نمونه ازت میگیرن دیگه خانم نمونه اجازه میدی بخوریم یه بقیه گفتمون بکنه جمع کن جمع کن الان میاد جمع کن چی؟ دختر بابا مستا نیست که اون وقتی میاد هشت و هشت میکنه نونش تازه است؟ نه با من دیشبه من نمیدونم چی بهش میزنم ببین این قلبه سنگ میشه ولی خواهی همکر جلو و ضعف رو میگیره خوبه حبیب چی میگی تا؟ میگم باز تو دیشب یه انقدر شام خوردی من بیچاره شام که نخوردم هیچ تا صبحم از هول و بلا خوابم نبود هر چی کالوری داشتم سوزوندم الان مثلا حالم بده زدم داره گیج میره چشام سیاهی میره نکنی ضعف داری انقدر گشنمه که نگو چه نمیگم یعنی میگم گاو با جاش بدی میخورم گاو با جاش میگم تو که میگی آزمایشه فرمالیته است نمونه و نمیدونم خون بگیرن و اینا خب حالا یه لقمه هم بگی بده من بخورم من گنجیشکم بیا میگم حبیب اگه خدای نکرده بچه‌مون مشکلی داشته باشه بعدم به بچه‌ش منتقل بشه بچه‌ش هم مشکل پیدا کنه اون وقت چه خاکی میریزی تو سرت بابا تو میگی تا اینو با اون پدر مادر اصلیش مشکل ژنتیکی داشتن این بچه که سالمه یه ایقت کو بیماری ژنتیکی داره اونم انشالله به بچهش منتقل نمیشه تو خودتو ناراحت نکن حوصله داشته باشن یعنی چی ها من نمیدونم این همه جای خالی توی این آشپزخونه هست این مخلوط کنه چرا گذاشتن زیر سینک ظرفشویی فکر کردن که من نمیتونم پیدا کنم حال کردی پرویز خانم نه جون من حال کردی تونستم پیدا کنم نمیدونن که من قادر پیش دستم باریکلا چش نخوری یه وقت
ببین من نصف الان تو بودم روز زمین 24 ساعت کار میکردم. کشاورزی؟ نه پس من ترسن که سر جالیز بودم چه کلاغا بکنن روز سرم خرد دست دهنم باز شه. اینقدر من نکن کار تو بکن. تیب زدی کچلوار پوشیدی؟ اولا که مثلا داریم میریم سر کار شرکت، بعدش هم خب میخواییم بریم زندان دیگه، اونجا هم برای بچه ها هستن. گفتم با وچه آدم حسابی من آشنا بشن. نره کجا بردی؟ کمک های بشر دوستان هست. دیشب خونه معامتانت آوردم، گفتم که اینجا که چیزی واسه خوردن پیدا نمیشه، حداقل سوء هاضمه نگیریم، یه شیرموزی بزنیم قوه بگیریم. قادر فقط بجو موضوع تر بده. من یه دونه موز من خام خام دوست دارم بخورم. بابا پرویز خان شیرموز باید پرملات باشه آخه. این همه موز، یک کیلو موزه، بده من بخورم بابا. بفهم بریم سوش دیگه. آقا تو نمیفهمی؟ این اتکلون یه بار مصرف نیست، میفهمی؟ تاریخ انقضا نداره، یه پیس بزنی حله، نمیخواد دوش بگیری باش. بجونی تو من فقط یه پیس زدم. یه پیس زدی؟ نصف شیشه رو تمام کردی؟ پیسش هم کشتار بود. قادر، اینا رو زود جمع کنم، برگشتیم بدیم با مامان نگار میخوام بیان، زشته جلوشون، زود باش. تو برو آماده شو، من جلد این شیرموز رو آماده کنم، بعد اینا رو همه رو میریزم تو اتاق. آدم بیعقل، میخوان تو اتاقم بیان ببینن. اونجا برم جمع کنی بیای بریزی اینجا؟ بابا مگه اینجا گردشگری موزه است که بیان همه جا رو بخوام ببینن؟ میخوام بیان اینجا یه شیرینی و چای بزنن توی حال پذیرایی. اولا به تو ربطی نداره، بعدش هم اتاق پنجره داره. پنجره داری یا نداره؟ رو شما بیخ خادر جان، باور بکن آدم وقتی بمیره هیچ با خودش نمیبره اون دنیا، یه کمی از اون شعورت استفاده بکن. انبارش کردی که چی؟ همه خرمش کرد. تو اصلا 200 میلیون سال زودتر به دنیا آمدی، مجبور رو گردی برم حبوب. یعنی قادر، یعنی تو قادر نیست حتی یه شیرموز درست کنی؟ بیار تلفن رو جواب بده. اوه، مامتانه، فقط مامتانته. خب ببین همین خودت کنترل کن، الان نباید تلفن جواب بدن. تلفن جواب بدن میفهمه خونه ایم. بریم بیرون زنگ بزنیم بهش که اون قشنگ فکر کنه سر کاری. ببین من اون به منطقی ام. اینجوری بریم؟ نه. تو اینجوری تمیز کن، من برم همو بیام. خیلی پس بیه. بیه اینجا. با ماشین جلویی حفظ بشه. بله. سلام خاله. سلام. چرا اینجا نشستی؟ نشستم برم دانشگاه. آها اینجا ایستگاه مترو زدن؟ نه قراره بابا بیاد دنبالم، نشستم تا بیاد. تو که وایسادی که بیا ببینم یه سویچو بگی برو در ماشین رو با خود بشین تو ماشین. اینم ببر. سفادراتو قشنگ تمرین می‌کنی، با خودت مرور می‌کنی تا من بیام. فهمیدی؟ بله. درس ماشین مسعود دنده در رو خلاص کن. خب؟ خلاص. آره که یه وقت روشن کردی نپره این است.
باریکلا، برو خلاص. چیزی بهت گفته؟ کی؟ بابات دیگه. چه وایسادی؟ راحتم خاله. خب من ناراحتم. قدت که به اندازه کافی دراز هست. اون بالا که وایسادی گردنم رگ به رگ شد. با بیشی. چشم خاله. نه چیز خاصی نگفته. پس باشو. کجا؟ ببری من میرسونم. نه بابا صبح که داشته میرفته که از پارکینگ ماشین رو بگیره به من که چیزی نگفته، به مامان گفته که مامان به من بگه من هیچ جا نرم، خودش میاد منو میبره دانشگاه. برای اینکه اون قادر دیروز پسر خاله که اومده بود دم دانشگاه اونطوری شد بعدم بالاست. نه گفتم که رفته. مامان تو میگم. بله. آشفته آشفته آشفته، باشو، باشو ببینم، سر رای من نباش. آشفته آشفته. سلام آبجی، چی شده؟ سلام. این چی میگه؟ من چیزی نگفتم. آقا بهشاد به این گفته بمون خونه تا من بیام دنبالت، یعنی آقا بهشاد بیاد ببرتش دانشگاه؟ آبجی جان مگه بده؟ باباشه میخواد برسنش دانشگاه. تا دیروز که صبح کله سحر آقا بهشاد از خونه میرفت بیرون، شبا آخر شب با آژان آژان کشی بعد برش میگردوندی خونه. الان شد راننده اختصاصی خانوم؟ آره بعضی وقتا صورتشو نمیشوره، مسواک نمیزنه. آره زوبار تو ببینم. ای هوام سرده آب. هوا سرده پیرمرده پشت پرده لالا کرده. آره زوبار تو ببینم. بعدم تاکسی گیر نمیاد، اگم گیر بیاد کرایش زیاده. من اصلا با این بخشش کار ندارم. من با این بخشش کار دارم که گفتی مثل دیروز نشه. منظورت چی بود از این؟ من که چیزی نگفتم. بابا آقا بهشاد به تو گفته که تو به این گفتی، اینم اومد به من گفت دیگه. منظورتون چی بوده؟ آقا بهشاد چی فکر کرده راجع بچه من؟ فکر کرده قادر انقدر بیکاره که هر روز بلند شه بیاد دنبال افسانه؟ آره که این به این بچه اسیر عبیر کرده بشینه رو پله منتظر باباش که باباش ورش داره ببره دانشگاه. مامان بابا زده ماشین خاله. چی شد بابا؟ خانم تو که رانندگی بلد نیستی کی گفته بشینی پشت رول؟ ای بابا آقا بشا یه نگاه به ماشین خودت بنداز، بعد داد بیداد کن. از عقب اومدی زدی حرفم داری؟ من زدم؟ ای آره بچه شاهده، مگه نه آبجی؟ گفت بابا از عقب زده به ماشین خاله متانت. بابا این دنده عقب اومد زد به ماشین من. تو دنده عقب اومدی؟ نه. میگی نه. شما نیومدی عقب زدی به ماشین من؟ بله. بفرما. تو که میگی نیومدم. من دنده عقب نیومدم. خانم زکاوه شما گفتی دنده رو خلاص کن، من دنده رو خلاص کردم. خیابونم که سرزی ماشین همینطور اومد عقب. این آقام که با ماشین پرگازش اومد زد به ماشین من. بفرما. ببخش ماشین شما. حالا خوب شد با وانت اومدم. اگه با ون اومده بودم که دوباره سوژه میشد. بابا جان ماشین شما که چیزی نشده. خانم بشین تو ماشین یکم برو جلو. بشین جلو. بشین. بیا برو جلو. استارتو بزن. آها. برو. نه یا عقب یا. برو. ببخشینا من نمیدونم شما چرا کل تهران رو ول کردی اومدی تو این کوچه داری تعلیم رانندگی میدی. مگر اینکه قراره کسی بیاد اینجا و شما هم باید اینجا باشی که سوژه نشه. ببین آقا بهشاد، ما دیشب نشستیم کلی حرف زدیم، حرف فاقه نکرد، تعهد کتبی هم دادیم امضام کردن، مگه نه آبجی؟ بله دفتر نقاشی من اینو امضا کردم. بفرما بابا، قادر اینقدر کار داره که وقت نداره الان بلنشو بیاد اینجا، حالا چه من اینجا باشم چه نباشم. ولی من نمیدونم شما چرا کارتو ول کردی بلند شدی اومدی اینجا ها؟ خب اگه اینجا نبودی این ماشین هر چقدر عقب میومد نمیزد به شما که. مثل کسی هم بده کار شدی. بابا این دستگلیه که پسر شما با آب داده، من دو ساعت نیستی نه تو پارکینگ در آوردم. بعدش هم ببخشینا، من نمیدونستم دخترم بخوام جایی ببرم بعد از خالش اجازه بگیرم. نمیخواد از خالش اجازه بگیری، ولی خیالت از بابت پسر خالش راحت باشه. برو خاله جون برو بشی. ببین آقا بهشاد، پسر من ممکنه که یه خود بی خیال و بازی گوش باشه، ولی پای این که وسط باشه اراده کنه به کرم لیلی یاد میده، اینه او پدر خدا بیامرزش. خدا بازی یک.